حسابمون چقدر میشه؟ حسابو پرداخت کرده. آکه اینطور. کریم میخوای کمک کنم؟ نه خودم حلش میکنم. کریم پاشو بریم خونه پسرم. پاشو پاشو زود باش. من نمیتونم بیام. اذیت نکن دیگه. پاشو بریم، کمرم درد میکنه. زود باش بریم خونه. پاشو 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 پاشو. کمک نمیخوای؟ ممنونم. بیا 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 بریم. شرمنده. این چه حرفیه داداش؟ پیش میاد دیگه. میبخشید. خیلی ممنونم. آروم آروم. شب بخیر. خیلی خبارون بیا. بیا برو. بیا باشه باشه. عاقبت من چی میشه آقا کادی؟ تو سر عقل بیا اول، همه چی درست میشه. بیا. بابای من توی. خیلی خوب باش. تو توی تو. بیا بیا باش بیا. اومدین. من میرم تو اتاقم. حالت چطوره ماما؟ چی شد؟ چی میخواستی بشه؟ حرفمونو زدیم اومدیم. یه دیوونه سنگ انداخته تو چاه، صد تا عاقل نمیتونن درش بیارن. خب چی شد؟ اومدن خونه رو دیدن؟ اومدن، پسندیدن، حتی به املاکی بیانم دادن. جدی؟ پس دیگه تموم شد؟ گفتن آخر هفته میریم برای سند زدن. خب به سلامتی ایشالله. پریان خانم کجاست؟ خیلی زود رفت تو اتاقش، تمام روزم یه گوشه نشسته بود. مامان جون قصه نخور دیگه، یه خونه بزرگتر از این برات میگیرم، بزرگترین خونه یه اینجا رو برات میگیرم. قول تعریف کن ببینم چیا شد. خوش اومدم. بیا بشین. چی شده؟ نکنه مریض شدی؟ خسته. پس من چی بگم؟ بگذاریم، اوضاع رو آروم کردیم. از اون نامه‌ای که نوشته چیزی در نمیاد، حتی خود دادستانم فهمید زده به سرش. خلاصه خلاص شدیم. امروز یه بسته برات اومد از طرف یاسمین. یاسمین کیه؟ همه تون یاسمینو خوب میشناسیم. تو، اردوان، آخر از همه هم آقای تورانر. خب یاسمین ازت حق و سکوت میخواد. چی داری میگی؟ چطوری؟ چی کار کرده؟ مکالمات تلفنیتونو ضبط کرده وقتی اردوان بهش ماموریت میداده. لعنت به این شانس. این که چطور دنبال این کار بودی؟ چطور خواهش میکردی؟ امان از این اردوان. کلی با هم عکس داریم، نمیتونی بگی نمیشناسم. مدارکش موجوده. اون بس کجاست؟ پیش من. قبل از این که دست کسی بیفته زودتر نابودش کنیم. کجا گذاشتیش؟ پریان معذرت میخوام، دوست نداشتم دست تو بیفته. من سالها پیش ازت گذشتم رشاد، بهتم گفتم این ماجرا که تموم بشه از زندگیتون میرم، نه تو رو نه سلیمو نمیخوام ببینم. خیلی خوب عزیزم، خیلی خوب.
اون بسته رو کجا گذاشتی؟ بیار بده. بسته پیش من میمونه. این نسخه‌شام که دست دختر است. اون میدونه اگه همچین کاری برشاد یا شرم بکنه چه بلایی سرش میاد. هیچ کاری نمیتونه بکنه. حلش میکنم. البته که حلش میکنیم، ولی من که ازت نمیترسم. اگه دست از سر اون دختر پر نداری، خودم مدارک رو میکنم. میخوای هوای یاسمین داشته باشی؟ یاسمین؟ چه کار به یاسمین دارم؟ من دارم از فاطمه گل حرف میزنم. این بار اینقدر بزرگه که دیگه طاقتشو ندارم. اگه به این رسوایی ها ادامه بدین، خودم میرم پیش قاضی و همه چیو میگم. نه، تو چی داری میگی؟ منو تهدید میکنی پریهان؟ از خودتون یاد گرفتم. گفتم اتاق بغلی رو برات آماده کنن عزیزم. از این به بعد هرچی کمتر هم دیگر رو ببینیم بهتره. اصلا نمیخوام قیافه نحستو ببینم. نمیخوام ببینم. بسته دیگه، بسته. گورم رو گم میکنم، میرم از شر همه تون خلاص میشم. دست درد نکنه فاطمه گل. پیرانه داداشم هم آویزون میکنم تو اتاقم صبح. باشه باشه عزیزم، دست درد نکنه. اومد؟ آقا کادیره. آه اومد؟ بفرمایید. خیلی ممنون، من میبرمش. دست درد نکنه، بیا. ای وای، چیزی نشده بابا، دوباره مست کردی. ها یواش کری؟ چیزی نیست، همه چی رو براهه. همه چی رو براهه. بیا کریم جان، بیا آروم. بیا آقا قادر. کریم چیز شده؟ چیزیش نیست، حالش خوبه. بیا 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 آروم، بیا یواش یواش. آها بیا تو، بیا یواش یواش. نه کفشتو در نر، نمیخواد. بیا بدن در. برم یه چیزی درست کنم، معدهشو سبک کنم. نمیخوام هیچی از هیچکی نمیخوام. نترس، کاری باهات ندارم، نترس. واه 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 واه، آخه چرا باید به این روز بیفتی؟ چیزی نیست، یه خورده استراحت کنه همه چی درست میشه. بیا کریم جان. بیا اینجا ببینم، اینجا. ای وای، زودتر بخواب. خیلی خوب، من حالم خوبه، مست نیستم. آره آره، دنیا داره میچرخه، تو نمیچرخی. آره لباست هم عوض کنیم راحت میشی. خودم در میارم. گوشتو به چسبون بدر ببین چی میگه. نداشته رو خدا ولشون کن، راحتشون بذار. یه چیزی میگه. آقا رامین معذرت میخوام، واقعا معذرت میخوام. بیا گوش کن، به خاطر تو از رامین معذرت میخوام. بیا. خیلی خوب خیلی خوب، بگیر بخواب بخواب. من خیلی بهتون بدی کردم، به فاطمه گل. ببین تفلک پشیمونه، ولی فکر کردم، خیلی فکر کردم، جبران میکنم. باشه فردا جبران میکنی، الان نمیشه. نه منظورم این نیست. خیلی خوب، خواهرمو ناراحت نکن، هیچی دیگه نمیخوام. اشکی خواهرمو در نیار، اشکیشو در نیار. قول میدم، قول میدم از این به بعد فاطمه گلو ناراحت نکنم. مطمئن باش نمیذارم قصه بخوره. خیلی خوب، ناراحتش نکن. از این به بعد دیگه منو نمیبینه، از فاطمه گل جدا میشم، طلاقش میدم. بیچاره خسته شد دیگه. فاطمه گل، گاز رو نگاه میکنی؟ این گذاشتن برنج بجوشه، برای معدش خوبه. تو اینجا چی کار میکنی؟
میگه از فاطمه گل جدا میشم. به خاطر خدا برو. میبینی به چه روزی افتادی؟ این زود باش. من خیلی دوستش دارم، ولی بیشتر از همه دلشو میشکنم. دیگه اینطوری نمیشه. کریم بیا اینو بخور پسرم. بیا عزیزم. نمیخوام. توش نمک بریزین قبل از اینکه کف کنه بخوره، حالش سر جاش بیاد. باشه. چون الان مسته اینطوری گفت، مگه میشه بخواد طلاقت بده، بخواد ازت جدا بشه؟ زن داداشونو هم میزنی؟ ممنون. گوش کن خوب. زود به دل نگی. ببین چی میگم، اون مسته. شبت بخیر. خیلی خوب بخواب دیگه، راحت بگیر بخواب، صبح حرف میزنیم. صبح. کجا پیداش کردی؟ آنکارا که بودم به ام زنگ زد، تو راه فرودگاه حرف زدیم، درد و دل کردیم. به خاطر اتفاقات دیروز ناراحته، نمیتونه خودشو ببخشه. حالش خوبه دیگه؟ خوبه خوبه، خوابوندیمش. زود خوابید. خوابید. تو هم بخواب عزیزم، شاید آقا کادیر اینا با هم حرف دارن. باشه باشه، شبتون بخیر. آقا کادیر خدا ازتون راضی باشه. میبینی مقدس رفته از کجاها پیداش کرده آوردی؟ دستش درد نکنه، برو. غصه نخور مریم خانم، غصه نخور، فردا خوب میشه. ممنونم رحمی. شب بخیر. آب لیموشو خورد؟ آره خورد. آخرش که چی آقا قادیر؟ مس کردنم شد راه حل. اگه همینطور ادامه بده زبونم لال از دست میره، خدا نکرده. نباید بزرگش کنیم. درسته مشکلات کم نیستن، ولی اونطور هم نیست که نشه حلشون کرد. کریم دوچار بحران بیعتمادی شده، رفتارشم به این خاطره. به خاطر من اینطوری شد. فقط این نیست، خودش رو تک و تنها احساس میکنه. اون فقط به من اعتماد داشت، منم بهش دروغ گفتم. این حرفو نزنین. به طلاق فکر میکنه، همش دوچار لغزش میشه و تصمیمات اشتباه میگیره. درسته دوچار لغزش میشه، فکرش به هم ریخته است، ولی حق داره. این همه بلا سرش اومده، ولی به نظر من از فاطمه گل دست نمیکشه. روحیه فاطمه گل هم زیر و رو شده. به هر حال هر جور شده یه راه حلی پیدا میکنن، بهش کمک میکنیم با هم دیگه. فردا هم میره سر کار. استاش بهش زنگ زده، گفته فردا بیا کارتو شروع کن. اینطوری که نمیتونه بره سر کار. فاطمه گل، دختر حالت خوبه؟ شب بخیر زن داداش.
اگه اون اسلحه دست من باشه قسم میخورم و نمیستم و شلیک میکنم. ماشه رو بکش، همینجا تموم شه، زود باش. اگه منو واقعا دوست داشته باشی نمیزنی. خیلی دوست دارم. دیگه چیزی واسه نگرانی نمونده، میتونیم جدا بشیم. هر کی میره دنبال زندگیش. من جدا نمیشم. ولی گفتی طلاق میدم، قول داده بودی. منصرف شدم، وکالت نامه دارم. تا وقتی من طلاق ندم نمیتونی جدا شی. طلاقت نمیدم، ترکت نمی کنم. صبح بخیر. صبح بخیر. مریضی؟ نه. مراد، مراد کجایی؟ مادرت صدات میکنه. مدرسه دیر میشه، برو. امروز جمعه است، مدرسه تعطیله. ای وای، کارم دیر شد. برو کنار مراد، برو کنار. کریم میبخشید، بیا اینجا، ابرو بیدار کردی. نه، اینا رو برمیدارم با بقیه لباسا میندازم تو لباسشویی. نه بذارین من میندازم. برو بالا صابونه بخور، کسی نیست. رفتن سر کار؟ آره. کریم به فاطمه گلم زنگ بزن. چرا؟ گفت بیدار که شد زنگ بزنه. دیشب شنید گفتی میخوای طلاقش بدی، حتما میخواد حرف بزنه. زود باش پسرم، شیرتو تموم کن، زود باش. مهمت، دست و صورتتو بشور، کارم که تموم شد بریم خرید. باشه مریم خانم. کریم بیدار شد. بله. الو، بیرون تموم شد. بله فاطمه گل. کریم بیا اینجا با هم حرف بزنیم. کی میتونی بیای؟ الان نمیتونم بیام. چرا؟ میرم کارگاه، امروز کارمو شروع میکنم. آه، مریم چون گفته بود. پس بعد کارگاه بیا. باشه. امروز حتما هم دیگر رو ببینیم، قبل از اینکه این موضوع کش پیدا کنه تمومش کنیم. غروب میبینمت. باشه، منتظرتم. خداحافظ.
کارتو تموم کن. تموم کردم. آفرین، پس دیگه پاشو. عمو میای بازی کنیم؟ همه از دست من عصبانی هم. هیچ کس از دست تو عصبانی نیست. پاتو برو تو اتاق. من حاضرم مریم خانم. باشه، اینو بذارم تو فر. بذار اینجا، شما زودتر برید برگردید. چیز اینجاست، لیست چیزا. اسمش چی بود؟ همش یادم میره. لیست خرید. آره آره، بذار تو جیبت، تو جیبت، گم نشی. فاطمه گل، امروز اینجا خیلی شلوغه، میتونی برسی؟ شما خرید نکنین که بدون وسایل نمیتونم چیزی درست کنم. باشه، الان میریم. عزیزم، ازت خواهش میکنم وقتی که خیلی خوب مریم جون، تو رو خدا من میدونم چی بهش بگم. باشه، فعلا خدافظ. زود برمیگردیم. خدافظ. خب بسم الله بذارم. خیلی ممنون. حالا آقا، پیشبندشو پوشید. ممنونم ممتاز، ممنونم. خب دیگه، برگرد دیده نشیم. تو راه هم. خوش اومدی آقا کریم. ممنون. فاطمه گل، 4 تا سینی صابونه، 2 تا چایی، 2 تا ما پرتقال. باش، الان حاضر میکنم. قشنگ به نظر میاد. هنوز مونده؟ مریم خانم، من میرم. کلید یادت نره. باشه. رحمی، ها بیا اینم خرجید. خیلی ممنون. خسته نباشید. ممنون، شبت بخیر. کجا؟ شب بخیر آقا کریم. میرم با دوستام درس بخونم. موفق باشید. خداحافظ. اینم اینجا مونده؟ ها، اون برای فرداست، برای فردا. فاطمه گل برای فردا درست کرده، سفارشی فرداست. خوش اومدی کریم. شب بخیر. بیا بشین. فاطمه گل کجاست؟ خوش اومدی. ممنون. بیا رحمیم و بریم، الان مراد بیتابی میکنه، دیر نکنیم. باشه باشه، بریم. الان مقدسم حوصله‌اش سر رفته. شما هم زیاد دیر نکنین، دیر نکنین. خدافظ. شبتون بخیر. شب بخیر. خواستم زودتر با حرف بزنم چون آرامش نداشتم. فاطمه گل، معذرت میخوام. بابت اون شب خیلی معذرت میخوام، به خاطر ناراحت کردنت. میتونم حدس بزنم چقدر متاسفم. باور کن خیلی عذاب میکشم، چون من همچین آدمی نیستم. مخصوصا در مورد تو خیلی حساسم. بهتر بگم حساس بودم.
کنترلم از دست دادم، معذرت میخوام. جریان مادرت، مشکلاتت با پدرت آسون نیست، اعصابت به هم ریخته، عذاب میکشی، درکت میکنم، یعنی سعی میکنم درک کنم. به هر حال نمیتونم بفهمم دقیقا چه حسی داری. منم از این که تو رو زدم معذرت میخوام، عکس العمل غریزی بود. میدونم، ترسوندمت. آره ترسیدم. من خوشم نمیاد بی جهت بحث مصطفی پیش کشیده بشه. منم از مصطفی خوشم نمیاد. نسبت به مصطفی دیگه کوچکترین حسی تو دلم نیست. دیگه؟ از مدت ها پیش. تو چرا اینقدر از دستم عصبانی هستی؟ چرا به هم اعتماد نداری؟ من به خودم اعتماد ندارم. من دارم یاد میگیرم بهت اعتماد کنم کریم. سعی میکنم یه تجربه تازه رو باهات شروع کنم. میدونم، میدونم. تو نامه ها تمام حرفایی که در مورد من نوشته بودی حفظ شدم، همه رو باور کردم، سعی کردم هضمشون کنم. روزیه که بهت گفتم میخوام خوب بشم یادته؟ از اون روز تا حالا تمام تلاشم برای همین بود. حتی نمیتونستم اسمتو به زبون بیارم. به زبون آوردن اسمت برام مثل فوش بود. تحمل دیدن تو رو نداشتم. ولی الان برات نامه مینویسم. ببین دستتو میگیرم. کریم نگاه کن. نمیبینی چقدر تقلا میکنم؟ تقلا میکنی؟ به زور من تقلا میکنی؟ منم منظورم همینه فاطمه گل. ظلم بزرگی در حقت میکنم. سعی میکنی با این وضعیت کنار بیای. تقلا میکنی، با اینکه از ته دلت نیست به زور من تحمل میکنی. حتی کلماتی که به زبون میاری تقلا میکنم، سعی میکنم، تلاش میکنم. ولی این که بد نیست فاطمه گل، من مجبورت میکنم، من تحت فشارت میذارم. منم میخوام تشکیل خانواده بدم. هیچ اجباری در کار نیست. تو خوب شو، من چیز دیگه ای نمیخوام. باشه سعی میکنم خوب شم. من تصمیم گرفتم تو رو آزاد کنم. جدا بشی. مطمئنم اینطوری زودتر خوب میشی. معنیش این نیست که دوستت ندارم. تو میگی بهت اعتماد ندارم. من فقط به تو اعتماد دارم. هیچ وقت از دوست داشتن تو دست نمیکشم. فاطمه گل، اگه ما اینجوری ادامه بدیم هیچ وقت نمیتونم از خودم مطمئن شم، چون خیلی خوب میدونم منو دوست نداری. خیلی خوب، خیلی خوب. میخوای منو خوشحال کنی، با هم رفتار خوبی داری، ولی برای همین میخوام ازت جدا بشم. من نمیخوام. من نمیخوام جداشم. پارسال تو این روزا میخواستم بمیرم، ولی حالا برای زنده موندن دلیل دارم. فاطمه گل، خیلی دلم میخواد اینو باور کنم. من این کیک رو برای دوتامون درست کردم. یه
یه سال با هم ازدواج کردیم. 7 اکتبر 1 سال شد. فاطمه گل، میگفتی خاطرات تازه داشته باشی، لحظات شاد. منم میخوام. این اولیش باشه. جدا نشیم کریم، جدا نشیم. واقعا از ته دل اینو میخوای؟ آره. برای من خیلی مهمه که اینو از تو بشنم. برای منم تصمیم خیلی مهمیه. خیلی خوب، پس کیکمونو ببریم. ببریم. خودت درستش کردی؟ آره. دست درد نکنه، به نظر خوشمزه میاد. نوشه جونه. من ببرم. خیلی ممنون. نوشه جونه. اولین سالگردمون مبارک باشه. با هر کی حرف زدم گفتن اون شب مصطفی اونجا بوده. یه نفره میخوایم که بهمون بگه رفته بوده درگاه. یکیشون عصبانی شد، نخواستم به جر و بحث بکشه، بی خیال شدم. اگه اینطور باشه بدون اینکه کسی ببینه رفته دریا. یارو دریا نورده. اگه دیده باشه کریم و ورال اونجا رفتن، سوار یه قایق میشه میره تعقیبشون میکنه. کاش یه نفر پیدا کنیم که دیده باشه. اون یارو که عصبانی شد اون بابا کیه؟ یه نفر به اسم سردار، دوست صمیمی مصطفی است. پس حتما به گوشش رسونده که یه نفر در موردش پرسجو میکنه. به احتمال زیاد. این مصطفی مشکوک میزنه. برای چی کار کنیم؟ چی جوری بفهمیم نمیدونم. نمیتونیم تحت فشارش بذاریم و اعتراف بگیریم. اگه اون نباشه چی؟ همچین شکی رو به میون انداختن به کار ما میاد. یه جورایی باید به گوش کریم برسونیم. کریم باید اینو بدونه. اینطوری میونشون با مصطفی به هم میخوره. از مصطفی فاصله میگیره. قضیه هم ریشه حل میشه. آره. چرا نمیخوری؟ اشتها ندارم، معدم اذیتم میکنه. سرما خوردی؟ فکر کنم. کیه؟ مهم نیست. بهت گفتم کیه؟ چرا نمیخوای پیش من حرف بزنی؟ چی رو داری ازم پنهون میکنی؟ لیمان خانومه. چی میخواد؟ برای چی بهت زنگ میزنه؟ خب جواب میدادی میفهمیدیم. همیشه زنگ میزنه مصطفی. چرا؟ میخواد از ورال تعریف کنم. همش میگه برام از پسرم بگو. بیچاره به هم ریخته، نتونسته خودشو جمع جور کنه. روز به روزم بدتر میشه. باهاش حرف زدی؟ دیدیش؟ نه جانم، فقط پشت تلفن حرف زدیم. اونم به خاطر اصرار زیادش. بعدش هم دست به سرش میکردم،
به بهونه کار و مشغله سعی میکردم ردش کنم، ولی همینطوری داره به زنگ زدناش ادامه میده. دیگه گوشی رو برندار، جوابم نده. ندادم. خب دیدی که هاجر، نه دیدنش برو نه باهاش حرف بزن. خیلی خوب. به زودی از اینجا میریم، چند هفته دیگه همه چیو میذاریم و میریم. خسته شدم از بس مثل بچه های تنبی شده تو خونه نشستم. بیا بریم بیرون. کجا بریم؟ به کی سلام کنی؟ دورو برمون کسی مونده که اتفاقاتو نشنیده باشه؟ تو به چی نگاه میکنی؟ بازم؟ پسر بدجوری دیوونه این دختر شدی؟ آره دیوونه شدم. نگو عاشق شدم که خندم میگیره. اگه یه سال پیش با این دختر روبرو میشدم، اگه یه سال پیش میدیدمش، خب اگه چیز با ارزشی تو زندگیم داشتم، شاید اون شب اتفاق نمیافتاد. من که داشتم چی شد؟ شب نامزدیم بود پسر. تو شب نامزدیم هممونو بیچاره کردی. تو شروع کردی، ما هم مثل احمق افتادیم دنبال تو. بعدش چی شد؟ ببین من بدبخت شدم، فورال مرد و رفت، شرکت ها نابود شدن، افتادیم زندان، مثل گاوه پیشونی سفید افتادیم وسط، با هیچ کس نمیتونیم سلام علیک کنیم، مثل اسیرا میریم شرکت برمیگردیم خونه. میخواد برگرده پارسا؟ خدا شفات بده. میخوام از این به بعد یه جور دیگه بشه. آره به همین خیال باش. هنوز نمیدونیم چی به سرمون میاد. معلوم نیست از دادگاه جون سالم به در میبریم یا نه. اون وقت فکرای رمانتیک میکنی؟ از وقتی اون دختره رو دیدم از خودم بیشتر متنفر شدم، از کارایی که کردم بیشتر پشیمون شدم. حالا میخوام یه اردوان دیگه بشم. کاش تمام کثافتام با آب شسته میشد و میرفت، پاک میشدم، پاک می شدم تا بتونم به عنوان یه آدم پاک و تمیز روبروش وایسم. اوه وضعت وخیمه. یکم منطقی فکر کن، اصلا امیدوار نباش، چون حالا دیگه مثل کشتی در حال غرقی. اشتباه بازی کردی. آه میبخشی، حواسم نبود. هیلمیه چند لحظه اجازه میدی؟ بشین هیلمیه جون. جریان چیه؟ هیچی، به بازی ادامه بده. پریهان منو دیوانه نکن، زودتر جاشو بگو. میخوای خونه رو بریزم به هم؟ خستم نکن، مجبور میشم همه جا رو بگردم. بازی نیست، سر عقل بیا. تو خونه نگرد، پیدا نمی کنی. گذاشتم داخل صندوقم تو بانک. آه میبخشی، بازم اشتباه بازی کردم. دنبال چی میگرده؟ چیز مهمی نیست عزیزم، بازیمونو بکنی.
وکیلم که هست، زود درخواست طلاق میده. جدا بشن وضعشون چی میشه؟ نمیتونن که یه جا زندگی کنن. یکی مون باید از این خونه بره. نمیدونم، شاید. منو باش، این زنم اینجا جا خوش کرده. اونی که باید بره مایی. ببین چه ای گفتم، تازه داشتیم خودمونو پیدا میکردیم، اونم نزدیک زایمان. حالا از کجا خونه پیدا کنیم؟ چی کار کنیم؟ این نمیدونم، یه فکری میکنیم، فکر میکنیم. اصطلاحات حقوقی رو نمیدونم، اما اوضاع داره به نفع ما پیش میره. رفته رفته همه چی روشن‌تر میشه. آره ایشالله. مریم خانم قشنگ شده؟ ببینم. وای خیلی قشنگ کشیدی. خیلی قشنگه، به عمو کادیرم نشون بده. بده ببینم. فاطمه گل خانم باز درد سر درست کرد، نتونست بشینه سر جاش، نتونست. باز در به در میشی، باز در به در میشی. اوه، این که همه صفحه‌هاش پر شده، باید یه دفتر نو برات بگیریم. خیلی خوب، من همینجاست. اومدن، بودو راهمی، بودو بودو، اومدن، اومدن. راهمی، خواهش میکنم. شبتون بخیر. خوش اومدی. ممنونم عزیزم. چه خبر مرو؟ مامانم خیلی نگرانتون شد.